سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همچه کویتل تیوی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه همونطور که بهتون قول داده بودم قرار بود امروز ویدیو و ریاکشن زیاد داشته باشیم اما نمیدونم چی شد که ویدیوها رو وقتی من پشت هم ضبط کردم و رو همش توش یه باگی بود و نمیشد اینو پخش بکنیم چون زشت اصلا یعنی چی میگه ویدیویی که اینجوری توش اینجوری هست بخوای پخش کنی و این داستان ها اصلا درخور شماها نبود و بهتر بود که یه حرکتی دیگه بزنیم اگرم میخواستم دوباره ضبط کنم که خب دیگه اون حالا هوای فرست ریاکشن رو نداشت صرفا با هم گوش کنیم بود و بنابراین تصمیم گرفتم که بیام راجع به همه موزیکا صحبت کنم و اون فرس ایمپرشن که من داشتم و باهاتون به اشتراک بذارم بنابراین میریم با هم داشته باشیم ترک هایی که دیروز منتشر شدن که کم هم نبودن رو با هم بررسی کنیم اولین ترکی که میخوایم بررسی کنیم یه سری دیگه از برخوردها هست قسمت جدیدی از برخوردها که اول از همه جا داره اشاره کنیم خیلی حال این مسیر و کانسپتی که داره کلا این داستان و یه ترک میاد بعدش یه مصاحبه که جفتش همیشه خوبه و این نشون میده فرق آتور و اینکه پرودوسر کارش چیه چون هر کاری معمولا توی برخوردها داره میکنه جز بهترین خروجی های اون آرتیست میشه دمش گرم این آهنگ مستثنا از این داستان نیست خب همونطور که سفی را اگه تو یک سال گذشته نگاه کنیم میبینیم که یه کوچولو داره فرق میکنه البته بیشتر از یه کوچولو تو اوج که میخواد مفهوم خودش رو بگه ساده تر داره مینویسه و سعی میکنه کچی تر باشه و سبکای مختلفی رو بخواد روش کار بکنه خب ما دیده بودیم پروژه ازش که حتی سبک فانک بود و این جالبه این آهنگم جزو اون دسته آهنگاش هست آهنگ آهنگ باحالیه کرس کچی داره قسمت قسمتی که من خیلی ازش دوست داشتم اون جایی بود که میگفت انقدر بی حالم انگار یکی لو داده جای انگیزه رو به کرختی کلا آهنگ باحالی بود موزیک ویدیو خیلی خوبی داشت موزیک ویدیو به شدت خلاقانه داره اینو نشون میده که اگر بخوای یک موزیک ویدیو با کیفیت جمع بکنی اون ایده ها من اینکه چجوری ایده تو اجرا بکنی مهمه نه اینکه صرفا میخوای هزینه های سنگین و عجیب غریبی بکنی خیلی بار بود پر از خلاقیت لذت بردم دمشون گرم من امتیاز هفت و به این آهنگ میدم ای چیزی شالمون یه چیزی بزنیم کارمون تو زمینی نمیشه چ... پروژه بعدی که میخوایم بررسی کنیم از ایمانمونه به همراهی سوها به اسم قصه که موزیک ویدیو هم داره موزیک ویدیو خوبی هم داره آهنگ همه چیش خوبه کم فاز تابستونی داره یا لاف سانگ تیپیکال ایرانی خیلی کلمات عجیبی توش استفاده نشده و داستان خیلی عجیبی نیست معمولا توی اکثر لاف سانگا داریم میشنویم این داستانو و حتی بعضی جا به نظرم قافیهاش میتونست بهتر باشه به جای خونه ما و صدات و این داستان ها و خونه با تو مثلا و این داستان ها که حالا قافیهاش بود میتونست بهتر باشه اما در کل موزیک خفنی خوبیه و به عنوان یه لافسانگ لاف سانگ خوبیه من اگه بخوام نسبت به سلیقه خودم امتیاز بدم نمره پنجونیمو میدم توی قصه ها. پروژه بعدی اولین سینگل ترک آلبوم زاره از چرسی که دومین آلبوم بلند خودشه که میخواد به زودی منتشر بکنه اسم آهنگ نبودی بابا و خیلی نوع دیدی که داره جذابه و کاریه که کلا جرأت میخواد بخوای راجع به این چیزا صحبت بکنی یک مسئله که واقعیه و این داستان داره از دلش میاد کاملا مشخصه که یک نامه و درد و دلی با باباش که کاور همینه و داره با پدرش صحبت میکنه که این اتفاقی که تو رقم زدی چه تاثیراتی توی شخصیت من و آینده من گذاشت و خیلی هم ناراحت تو این ترک خیلی باحال اینو برده بود جلو به نظر من ورس دوش ورس بهتری بود و در کل یکی از بهترین پروژه های چرسیه به نظر من و یه مدتی بود که چرسی خیلی جالب داشت کار نمی کرد ولی با این آهنگ امیدوارم که دوباره برگرده به اون زمانهایی که آهنگ های جذاب بیشتر میداد آهنگ خوبی بود من اگه بخوام امتیاز بش بدم امتیاز هفته میدم در سال حرف می شدم که ولی قیمت شکست پروژه بعدی عجیبترین پروژه که تو این چند وقت تو رپ فارسی منتشر شده شخصی به اسم سورنا به همراهی دورچی که خیلی آفه میکنن او سورنا اومده خونده ولی نه این سورناه که اول جا داره اشاره کنیم که رفیق خلاقیت تو اسکوزاری چون ما سورنا داریم معروفم هست یه پسوندی پیشوندی یه حرکتی اینها و این خودش ضعف اول کار که میبینی ترک که میبینیم اسمش حسادته و دورچی رو ما داریم یه قسمت اینجا که خیلی قسمت کوتاهی هست آهنگو که من بار اول گوش دادم دو تا آدرومت تو ذهنم یا یکی از های لیک شده دورچی بوده که حالا به یه شکلی به دست این دوستمون رسیده یه و بهش اضافه کرده یا اینکه یک فیتبولی بوده که خیلی جدی نگرفته کار دورچی و یه وکالی همونجور داده رفته چون هیچ سر و ترک اصلا به هم ربطی نداره این دوستمون میاد یه بار اصلا نمیفهمی چرا اسم حسادت گذاشته رو هنگش بعد دورچی میاد که میفهمی اصلا چی شد شد حسادت بعد دوباره یه چیز دیگه میشه اصلا هیچ سر نداره انسجامی نداره و خود این دوستمون هم به شدت تو قسمت رب کردن بده و اون لیریکی هم که نوشته به شدت بده تنها امتیازی که من میتونم به این آهنگ بدم یکی به خاطر اسم دورچی و یه داستان دیگه هم که عجیبه هیچ کدوم از اون دوستایی که اسمشون به عنوان دستن در کاران این آهنگ اومده این آهنگ استوری نکردن که آدز رسمی نبودن اینو خیلی هم بیشتر میکنه یه سال بعد و چیدم، یه سال بعد و یه صدایی پشتم صدایی رو واسه و... پروژه بعد یک موزیک ویدیو دیگه هست از آلبوم چه پوری آدروید که قراره بیاد یک موزیک ویدیو و یک آهنگی که زیاد این تایپی ما دیدیم از جناب آقای آدروید و همون تیپیکال آدرویده هیچ چیز عجیبی توش نیست همون قافیه های اکثرا ناچفت و همون موضوع همیشگی که پول دارم و میزنم تو کلت با چاقو و این داستان ها و خب اتفاقی امضاییه که میشناسیم بهش آدروید تو یه کوچولی به نظر میتونست بهتر باشه چون پروژه های بهتری داره آدروید ولی این ترک جز اون پروژه به نظر من نبود خیلی همه چی اتفاق خاصی توش نبود عادی بهترین قسمت کار موزیک ویدیو بود به نظر من و اگر بخوایم امتیاز بهش بدیم امتیاز چهار رو من بهش میدم با <متصفيق> دو بغل تیم نیم تیر <متصفيق> میزنم میرسیم به ترک آخر که یک هایپ عجیبی داشت اولش چرا چون زمانی که داشتن بچه فریاس آماده میکردن ملت رو که برن رو پلتفرم ها زمانی که فریاس گروپ چنلش اونجا داشت استوری میشد توی به هر استوری ها عکس یاس هم بود خب عکس یاس اونجا بود به خاطر اینکه فریاس گروهی کم یاس هست هم سوئل اما خیلی ها فکر کردن که این فیت قراره باشه و نبود خلاصه آهنگ قرارگاه از سوئل منتشر شد با آهنگسازی فربود ارش که چه آهنگی بود چه آهنگی بود یه کاور خوشگل داره همونطور که دارید میبینید کاوره مثل یک مردیه که روی زمین افتاده و یک خانمی اومده بالا سرش و داره بغلش میکنه و بایش محبت میکنه که حالا به شکل مجسمه سنگی در اومده به نوعی و کل کانسپت کار قدرت یک خانومه یکم هم, هم سیاسی هست و داره راجب قدرت عشق و خانوم صحبت میکنه و اینکه یک خانوم چقدر میتونه تأثیر داشته باشه روی یک مرد واسه اینکه بهتر بشه یک مردی که مثل چنگیز و تیمور دنبال خرابی و این داستان هاست یک داریوشی ازش میتونه ساخته بشه راجب این داستان و پیور بودن عشق و اینکه خب به این عشقی که به یک خانم شما داری چه تاثیر مثبتی توی زندگیت میتونه داشته باشه و به قدرت بانوان بود با یک دید باحالی قدرت بانوان و عشق خیلی جذاب بود نوع دیدی که به این مسئله داشت خیلی جذاب بود قافیه های خوشگلی توش داشتیم و یک استوری تلینگ باحال توش داشتیم همه چی آهنگ باحال بود دمش گرم بهش خسته نباشید میگیم و تیمش و بیشترین امتیاز امروز و چیگینی و قرارگاه میگیرن با امتیاز 8.5 که واقعا موزیک با حالی بود قشنگ گوش میدی کاش من ریاکشنم خراب نمیشد میذیشم میری تو عمق قشنگ میری تو عمق و خیلی خوشگل میگم حق ایشون حتی نکنین دستکاریشون با شعر میکنم نقاشیشون آخر دوخت ما رو به همی خیال بافیا که الان میخوام به شنگره کورتر شاید جسمم دنبال هرچی بدوه اما سمت شما میکشه روهم یه جاشو فقط من نفهمیدم و دوست دارم شما بپرسم مغزم هنگ کرد و میگه که با شما ج جفت نقطه هاشو از دست داد یه همچین چیزی خب این ج جفت یه نقطه داره من هرچی فکر کردم نفهمیدم ج پشماش میریزه یا دوتا جفت جو بذاری بغل هم و نقطهش بریزه میشه هه, هه. نمیدونم اینو من متوجه منظور کاملش نشدم و درگیرم از زمانی که ضبط کردم ولی واقعا پروژه خفنی بود دمشون گرم خسته نباشید میگم نظر شما چیه بهترین ترکی که تو این دو روزه اومده کدوم بود نظرتون واسه من کامنت کنید دمتون گرم که تو ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه تا ویدیو بعدی سیوسون